منامه خداوند بزرگ و خبرهای این ساعت هستیل بیستانه بیک خوش آمدید امروز چهار شنبه 16 همه 1398 خرشیدی است که برابر می شود به پنجمه فبربری دو هزار و بیستی ميلادی سرخط جنگ خبر مهم توضیح کمک برای بیجا شدگان در ولایت های کشته و زخمی شدن از افراد طالبان در ولایت فاریاب و افزایش آمار مبتلا شدگان به ویروس کرونا در چین مشروع خبرها با من محمود رسولی نخستین جلسه کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در ار ارگ ریاست جمهوری دایر گردیده است این جلسه که به رهبری محمد خانی رئیس جمهور کشور دایر گردیده بود در آن رئیس جمهور کشور بر محو مواد مخدر تاکید کرده گفته که تمام نهادهای حکومتی برنامه و پلانهای خود را در راستای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر گسترش دهند نخستین جلسه کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در ارگ دایر گردید ارگ ریاست جمهوری با پخش خبرنامه میگوید در این جلسه که بر رهبری اشرف غنی رئیس جمهور کشور دایر گردیده بود بنابر ارایه شده آمار و ارقام اعتیاد به مواد مخدر و مسکرات از سوی وزارت صحت آمه، ایجاد کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات را یک اقدام ارزنده خوانده گفت در دیدارهایی که در جریان گفتمان ملی با مردم کابل داشته تمام آنان بدون استثنا ترویج مواد مخدر و مسکرات و افزایش معتادین را نیز چالش های عمده خطاب نمودند رئیس جمهور همچنان بر انجام هر برنامه در راستای محو این پدیده مواد مخدر تاکید نموده گفت که تمام نهادهای دولتی برنامه ها و پلان های خود را در راستای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر گسترش دهند اشرفغنی همچنان در سخنانش افزود که نقش هر اداره حکومتی در استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر به گونه واضح تثبیت گردیده و با کشورهای منطقه و جهان در راستای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران همکاری بیشتر صورت گیرد برای بیش از 400 فامیل بیجا شده در ولایت جوزجان از سوی ریاست مهاجرین و کنندگان این ولایت کمک صورت گرفته است. مسئولان ریاست مهاجرین و عبدت کنندگان این ولایت می گویند برای بیش از 400 فامیل بیجا شده از سوی این ریاست پول نقد توزیع شده است که برای هر فامیل 15 هزار افغانی می باشد. از سوی هم این بیجا شدگان از توزیع این کمک ابراز خوشی کردن. برای بیشتر از 400 خانواده بیجا شده در ولایت جوزجان از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت پول نقد توزیع شد رئیس اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت میگوید این کمک ها از سلسله کمک های زمستانی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بوده که آنها با تشکیل یک هیئت توزیع کرده این کمک از کمک های عاجل بشردوستانه زمستانی مقام محترم وزارت است و در زیر چتر دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اینا از طریق وزارت امور ماجرین به عنوان برنامه انکشافی بودجه انکشافی در اینا در نظر گرفته شده و امروز این اینا توزیع میشن با گفته آنها این کمک ها بعد از شناسایی دقیق خانواده های متضرر از جنگ که در شهر شبرغان مسکن گزین هستند و از زندگی بخور را خود را سپری میکنند توضیح کردند و اینو بیشتر از طریق پول و امروز خود ولسوالی که در جوار خود جوزجان هستند با شمول در زاب قشر جمع ولسوالی پنجگان که اینا یک پروسه بسیار منظم و طولانی اینا توزیع شد نزدیک به یک ماه بشد و ما نزدیک به 400 فامیل ما یک کمک کردیم 440 فامیل فعلا کمک میکنیم در همین حال حفیظ الله ندرت عضو شورای ولایتی ولایت جوزجان میگوید در این اواخر ریاست امور و مهاجرین بیشتر تلاش نموده است تا برای بیجا شدگان کمک های بیشتری را جمع آوری نموده توزیع نماید که سرو کردن در واقعیتش کسان را انتخاب کردند که هم فامیلشان آتش زده شده از طرف طالبان وهم کسای هستند که اولاداشان شهید شده در جنگها وهم کسای هستن که فدرانشان شهید شده در جنها عن <صدق> <صدق> مستحقترین انسانها را انها انتخاب کردن شماری از بیجا شدگانی که برای دریافت کمک به این ریاست آمدند با ابراز خرسندی از این کمک ها می گویند که آنها در اثر جنگ از خانه هایشان دور شده و به اینجا آمده اند و از این کمک ها می توانند مریضی هایشان را مداوا نموده و ضروریاتشان را مرفوع نماید. او تا پا، او تا یه تن اپارتمان پاولونگه. اشونگه کیتایر بر وجوه ایشان رو. دینمی کوما کناله از مو مردم یسومی یزوماست یسومه خوراکی زمستون است دینمی. در سال مالی 1398 شهر شبرغان میزبان 11 هزار مهاجر بوده که به تمام این خانواده ها از سوی ریاست و امور و مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت و دفاتر همکار کمک صورت گرفته است. در اثر درگیری و ضربات هوایی در ولایت فاریاب و از افراد طالبان کشا و زخمی شدند. سخنگوی پلیس ولایت فاریاب میگوید گروه طالبان بالای پوسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی قیسار ولایت فاریاب حمله کردند که در اثر درگیری و ضربات هوایی نیروهای هوایی کشور چهار تن از افراد طالبان کشته شده و سه تن دیگرشان زخم برداشتند در یک درگیری و ضربات قوه هوایی کشور در ولایت فاریاب افتن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. کریم یورش سخنگوی قماندانی امنی ولایت فاریاب به تلویزیون بگ می گوید گروه طالبان بالای پوسته های نیروهای امنیتی در مربوطات ولسواری قیصار ولایت فاریاب حملات تاجمی نمودند که با مقامت سخت نیروهای امنیتی مواجه شدند که در نتیجه آن چهار تن از افراد طالبان کشته شده و سه تن دیگرشان جراحت برداشتند آقای یورش می افضاید. در اثر این درگیری شش ارادم موترسایکل و مقداری از سلا و تجهیزات نظامی گروهی طالبان نیست توسط نیروهای امنیتی از بین برده شده است با گفته آقای یورش در این درگیری ها به نیروهای امنیتی و مردم ملکی هیچ گناه به نرسیده هست. خوشبختانه حمله دشمن به موقع دفع ترد به عقب زده شد که در نتیجه درگیری های رویارویی و ضربات هوایی چهار طالب مسلح قرار اطلاع کشته شده و سه تن دیگرشان زخم برداشته گروهی طالبان تا اکنون در رابطه با کشته و زخمی شدن افرادشان در این رویداد چیزی به ها نگفته است نیروهای هوایی کشور بالای گروه طالبان در ولایت کندهار یک ضربه هوایی را انجام داده که در اثر این ضربه هوایی شماری از افراد و طالبان کشته شدند وزارت دفاع ملی با پخش اعلامی می گوید نیروهای هوایی کشور در ولسوالی غورک ولایت کندهار بالای طالبان یک ضربه هوایی را انجام دادند که در نتیجه این ضربه هوایی هفتتن از افراد طالبان کشته شده است هفتن از گروه طالبان در ولایت قندهار کشته شده است. وزارت دفاعی ملی با نشر خبرنامه ای می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان عملیات های هوایی را بالای مخالفین مسلح دولت در ولایت قندهار انجام دادند. عملیات هوایی نیروهای هوایی کشور بالای گروه طالبان در ولسوالی غورک ولایت قندهار انجام شده است که در نتیجه آن هفتن از گروه های مخالف مسله دولت کشته شده است در خبرنامه آمده است در حملات هوایی یاد شده این نیروهای هوایی یک باب موضوع گروه طالبان با چندین اراده واسطه نقلیه این گروه تخریب و از بین رفته است اما گروه طالبان تا اکنون کشته شدن افرادشان را در ولسوالی غورک ولایت قندهار تایید و یا رد نکردند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نطق سالانه خود در کنگره در حملات لفظی تازه به حکومت ایران از کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران دفاع کرده است آقای ترامپ در این سخنرانی همچنین از خط مشی خود در برابر ایران از جمله تشدید تحریم های اقتصادی دفاع کرد او همچنین گفته است که سلیمانی بیرحمترین قصاب ایران بوده است دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در بیانیه سالانه خود در کنگره در حملات لفظی تازه به حکومت ایران از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس پاسداران دفاع کرده است آقای ترامپ در این سخنرانی از خط مشک خود در برابر ایران از جمله شدت تحریم های اقتصادی دفاع کرد او همچنان در مورد اعتراضات ایران گفته است شاید بلند شدن صدای مردم ایران علیه حکومت سرکوبشان بوده ایم. ایران باید تلاش برای دستیابی به صلاح های را متوقف کند به گسترش دادن توریسم مرک و ویرانگری پایان دهد او برای منفعت رساندن به مردم خود مشغول به کار شود به خاطر تحریم های شدید ما اقتصاد ایران به وضعیت بد قرار دارد آقای ترامپ که در این بیانیه یک ساعت و دقیقه طول کشید از عملکرد دولت خود در عرصه های اقتصادی و ماجرتی و امنیتی ملی دفاع کرده است او گفت روند احیای عظمت امریکا سه سال پیش و پس از ورود او به کاخ سفید آغاز شد و ادامه خواهد داشت آقای ترامپ در مورد جنگ افغانستان گفت که به خاطر شجاعت نیروهای امریکایی پیشرفت های زیاده انجام داده ایم و مذاکرات سال ادامه دارد او می گوید ما در پیان هستیم که ست ها هزار تن از مردم افغانستان که خیلی از آنها بیگناه هستند را بکشیم همچنان کار ما این نیست که به عنوان نیروی پلیس کشورهای دیگر را عمل کنیم او می گوید ما تلاش می کنیم که سرانجام طولانی ترین جنگ امریکا را به پایان برسانیم و نیروهای را به خانه بازگردانیم. سازمان بهداشت جهانی می گوید یک امیدواری برای جلوگیری از تبدیل ویروس کشنده کرونا به یک بحران جهانی وجود دارد. این سازمان تدابیر چین برای مقابله با این ویروس را اقدامی مناسب برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا خوانده است این در حالی است که مقام های چینی در خصوص نحو مدیریت بحران کرونا هدف انتقادات گسترده قرار گرفتند تا اکنون دست کم 492 نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و ابتلای بیش از 24 هزار نفر به این ویروس در سراسر جهان تایید شده که عمدتا به چین مربوط می شود. سازمان بهداشت جهانی در پی سرایت ویروس کرونا به چندین کشور جهان وضعیت استراری جهانی اعلام کرد. این سازمان می گوید آنچه تا اکنون چین انجام داده یک فرصت طلایی ایجاد کرده که کشورهای جهان با هم بستگی بیشتر جلوی تبدیل شدن این ویروس به یک بحران بهداشتی را بگیرند از 31 دسمبر زمانی که ویروس جدید کرونا برای اولین بار تشخیص داده شده 24324 مورد ابتلا به بیماری در چین تایید شده است با جز چین دست کم 176 مورد ابتلا به کرونا در کشورهای دیگر جهان گزارش شده است سازمان بهداشت جهانی همچنان اعلام کرده 27 مورد سرایت انسان انسان در نه کشور غیر از چین تایید شده است جمهوری اسلامی ایران که پیش از این درخواست صدور کام ایدام برای تعدادی از افراد به تام جاسوسی خبر داده بود اعلام کرده که حکم ایدام امیر رحیم پور به اتهام جاسوسی برای امریکا در دیوان عالی تایید شده است غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایه با اعلام این خبر مدعی شد که امیر رحیم پور جاسوس سیا بوده است چندی پیش وزارت اطلاعات از بازداشت 7 نفر در ایران به تام جاسوسی خبر داده بود که برخی از این افراد به ایدا محکوم شده بودند جمهوری اسلامی که پیش از این از درخواست صدور احکام اعدام برای دادی از افراد به اتهام جاسوسی خبر داده بود روز سه شنبه اعلام کرد که حکم اعدام امیر رحیمپور به اتهام جاسوسی برای آمریکا در دیوان عالی تایید شده است غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر مدعی شد که امیر رحیمپور جاسوس سیا بوده است چندی پیش وزارت اطلاعات از بازداشت هبدت با به اتهام جاسوسی خبر داده بود که برخی از این افراد به اعدام محکوم شده بودند هیچ اطلاعی از این متهم و اینکه آیا به وکیل دسترسی داشته در دسترس نیست جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز برای افرادی بدون برگزاری دادگاه عادلانه به اتهام جاسوسی حکم اعدام صادر کرده است یکی از این افراد احمد رضا جلالی دکتر ایرانی سویدنی است که حدود دو سال پیش به دعوت دانش دانشگاه تهران به ایران سفر کرد دستگیر و از زندانی شد دادگاه انقلاب ایران آقای جلالی را به اتهام انتقال اطلاعات و محرمانه به موساد در اوج فعالیت برنامه هسته ای ایران به مجازات اعدام محکوم کرد و دیوان عالی نیز درخواست بازبینی در حکم را ظرف کمتر از یک ساعت رد کرد. نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی ایران به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی کند و بعضا افراد بیگناه محاکمه و حتی اعدام شده جمهوری اسلامی در دهه شست هزاران تن را اعدام کرده در حالی که محکومیت چند ماه زندان داشتند. حال هم به وضعیت ها چند ولایت از کشور و خواست را تفجه کنید. بود مجموعه خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید تا روز بعد